همه جور شکنجهی که فکرشو بکنید ما کرد. میگفتن که مردن شما مثل اینه که سگ بمیره. خیلی برامون مهم نیست که تو بخوای بمیری یا زنده بمیری. از اعدام نمایشی تا الغای حس خفگی و آزار جنسی در بازداشتگاه های ایران. گزارش سازمان عفو بین الملل از شکنجه گسترده زندانیان اعتراض های آبان 98 خبر میدهد. این گزارش چگونه تهیه شد و این میزان خشونت با زندانیان به ما چه میگوید؟ این سوالمان از مهمانان 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، افزایش 77% قیمت مسکن در تهران طی یک سال. دولت برای مهار گرانی طرحی جز اخذ مالیات از خانه های خالی ندارد. اثبات مسمومیت سرشناس‌ترین مخالف کرملین. آلمان میگوید سم عصبی نوویچوک به جان الکسی ناوالنی افتاده. یک قرن پس از سقوط امارت بخارا، حکومتی که با افول افشاریان آغاز شد و با اهتزاز پرچم بلشویک‌ها به پایان رسید. و مهاجرت بیش از 80,000 ایرانی به ترکیه. پای حرف‌های یک موسیقی‌دان نشسته ایم که ساز و نوایش را از زادگاه برکشید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. اعتراضشان به سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین بود. خشمگین بودند و مستعصل. اعتراضات آبان 98 از خونین ترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی بود. سرکوب خشن آن اعتراضات صدها خانواده را داغدار کرد و هزاران خانواده را در به در این زندان و آن بازداشتگاه در پی خبر گرفتن از فرزندانشان. حالا عفو بین الملل در گزارشی با عنوان ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان 98 به وضعیت این بازداشتی‌ها پرداخته. به گفته این سازمان حقوق بشری در آبان 98 نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سیاهه بلند بالایی از مصادیق نقض حقوق بشر دست دادند. از جمله آنها ضرب و جرح، برهنه‌سازی اجباری، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، القای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی. این حد از شکنجه به چه قصدی بوده؟ آیا جمهوری اسلامی راهی برای آشتی با مخالفانش باز گذاشته؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ با این هشدار که این گزارش حاوی تصاویر و جزئیات آزاردهنده است. آبان 98 یکی از خونین ترین اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بود. اعتراضاتی که قربانیانش کم نبودند. سوالات و ابهامات زیادی درباره کسانی که کشته شدند و عاملان و آمران کشتار معترضان و حتی آبران و کودکان وجود دارد که تا امروز کسی نه پاسخگو بوده و نه محاکمه شده. اما بازداشت شدگان آبان هم کم نبودند. حالا عفو بین الملل در گزارشی مفصل با عنوان ویرانگران انسانیت، بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه نگاهی کرده به وضعیت بازداشت شدگان آبان ماه. در همان ابتدا یکی از نمایندگان مجلس از بازداشت بیش از 7,000 نفر در آن روزها خبر داد. عفو بین الملل میگوید مشخصات 500 نفر از بازداشت شدگان را ثبت کرده و گزارش را بر اساس مصاحبه‌های عمیق با 60 نفر از قربانیان یا بستگان و نزدیکان آنها تهیه کرده. بر اساس این گزارش صدها کودک در جریان اعتراضات آبان دستگیر شدند که بعضی از آنها تنها 10 سال سن داشتند. بخش مفصلی از این گزارش به شکنجه‌های گسترده بازداشت شدگان می‌پردازد، از جمله حبس انفرادی طولانی مدت، ضرب و جرح، آویزان کردن و نگه داشتن در وضعیت‌های دردناک، شوک الکتریکی، تحقیر و خشونت جنسی، الغای حس خفگی با آب، تهدید به مرگ و اعدام نمایشی و تزریق یا خوراندن اجباری مواد شیمیایی. بعضی از بازداشت شدگان در حالی به زندان منتقل شدند که گلوله خورده بودند یا در حمله نیروهای امنیتی به شدت زخمی شده بودند و در چنین شرایطی مورد شکنجه هم قرار گرفتند، مثل صدای بازسازی شده این زندانی که به عفو بین الملل شرایطش را اینطور توصیف کرده: داشتم فرار می کردم که یک دفعه دیدم زیر کمرم گلوله خورد.
چند هفته بعد از عمل جراحیم دستگیر شدم. منو انداختن توی یک سلول انفرادی. شبها بالای سرم کولر روشن میکردن. طوری که از سرما یخ میزدم. سلول کثیف و پر از موش و مارمولک بود. جای زخمم درد میکرد و عفونت کرده بود. ولی باز هم از زیر سرم من رو برای بازجویی میبردن. بازجو فشار میآورد که یک اعتراف نامه از پیش نوشته شده رو امضا کنم. و تهدید میکرد که اگه همکاری نکنم اون جایی که تیر خورده بودم رو میزنه. این هم صدای یکی از بازداشت شدگان در زندان شیراز است که به ما رسیده که به دلایل امنیتی بازسازی شده. اونجا ما رو لخ کردند و دوباره کتکمون زدن. بعد یکی یکی بازجویی میکردن. بازجوی اول به من گفت دوربین رو شکستی. من گفتم چه کار به دوربین شکستن دارم من؟ با این قد و قوارم چطور میتونم دوربین رو بشکنم؟ تفکیکمون کردند و جدا شدیم. بعد من رو بردن اطلاعات. بازجو اومد همونجا گفت دوربین شکستی. گفتم نه. گفت خب بانک هم که آتیش زدی. گفتم تو این چند روز دوربین بود، حالا شد بانک. به بعد کتک و فحش میگرفتن من رو و میگفتن باید امضا کنی. منم امضا نکردم. در روند بازجویی ها به این زندانی گفته میشود مادرش بر اثر حمله قلبی در بیمارستان است و اگر میخواهد با او صحبت کند باید اقرارهای مورد خواسته بازجو را امضا کند. او امضا میکند. رفتیم دادگاه بعد از دو هفته. توی دادگاه شعبه 120 کیفری 2 به ما 7 سال اشد دادند آقای محمودی. شعبه 1 دادگاه هم 5 سال اشد داد. الان من 12 سال حبس دارم. نمونه های دیگری از گفته های زندانیان به عفو بین الملل. گفتن که مردن شما مثل اینه که سگ بمیر. خیلی برامون مهم نیست که تو بخوای بمیری یا زنده بمیر. دیارزوی مردن میکردم. یعنی اونجا آدم به این نقطه میرسه که مردن بهتره تا اینکه بخواد دست اینا باشه. ناپدیدسازی قهری و نگهداری زندانیان در بازداشتگاه های بینام و نشان و بیخبری خانواده ها از محل نگهداری عزیزانشان از دیگر مواردی است که در گزارش عفو بین الملل به آن اشاره شده. اکثر شکنجه ها و فشارها به بازداشتگان برای گرفتن اعترافات اجباری خواسته بازجوها بوده. اعترافاتی که در روند دادرسی و در دادگاه ها علیه بازداشتگان استفاده شده. مانند صدور حکم اعدام برای 3 جوان به نام های امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی که گفتند تحت شدیدترین فشارها مجبور به اعتراف شدند. قربانیان اعتراضات آبان تنها معترضان به گران شدن بنزین در خیابان نبودند که بعضی از آنها آبران و رهگذران و حتی کودکانی بودند در راه مدرسه. برای خانواده هایی که عزیزی از دست دادند و یا کسی را در زندان دارند، مهمترین خواسته برگزاری دادگاه های عادلانه و پاسخ به این سوال است. چرا این همه خشونت؟ مریم افشنگ، بی بی سی. دیانا طهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل از کمبریج بریتانیا با ماست. خوش آمدید به برنامه خانم طهاوی. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که شما برای تهیه این گزارش از چه شیوه هایی استفاده کردید؟ از چه مبنایی به این گزارش رسیدید؟ متشکرم از دعوت شما. عفو بین الملل از یک متدولوژی بسیار جدی و دقیق استفاده میکنه برای گردآوری اطلاعات. ما ماها کار کردیم و تحقیق کردیم درباره تخلفاتی که در چارچوب رسیدگی و سرکوب این نارامی های ماه نوامبر انجام شد و همینطور پیامت های پس از اون. ما مصاحبه های بیشماری کردیم با ده ها نفر در ایران و در خارج از ایران مصاحبه کردیم و شواهد اونها رو، شهادت های اونها رو گرد هم آوردیم، از جمله کسانی که میگفتن که شکنجه شدن و همینطور محاکمه های غیر عادلانه در مورد اونها انجام شده بود. ویدیوهای مختلفی رو از تظاهرات و همینطور از دستگیری ها در گردآوری کردیم و اونها رو تحلیل کردیم. همینطور بیانیه‌ها و اظهارات مسئولان دادگاه‌ها بررسی
دسترسی شدن. دو خط، چند خط تلفن داشتیم که صدها پیام صوتی تلفنی رو از مردم در داخل ایران از جمله شاهدها و معترضان دریافت کردیم و در نهایت یافته‌های خودمون رو و توصیه‌های خودمون رو با مقام‌های ایرانی قبل از انتشار این گزارش همرسانی کردیم، ولی تا این لحظه هیچ پاسخی از مقام‌های ایران دریافت نکردیم. ارزیابیتون از نوع واکنش مقام‌های امنیتی در اعتراضات 98 در مقایسه با اعتراضات پیش از این چیه؟ آیا فکر می‌کنید که سرکوب شدیدتر بوده؟ حرف بین‌الملل تحقیقی که کرده نشون میده که تا چه اندازه دامنه تخلفاتی که انجام شد در سرکوب این تظاهرات شوکه کننده و نگران کننده است. گزارش ما اشاره میکنه به دستگیری های بسیار گسترده در طول 5 روز اصلی اعتراض ها و پس از اون. خود مقام های ایرانی اگر به چیزی که اذعان کردن میگن که صدها نفر درگیر این شبکه عظیم سرکوب شدن، نه فقط مردمی که دستگیر شده بودند، بلکه کسان دیگری هم که اشاره می‌کنند، مدافعان حقوق کودکان، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، کسانی که 10 سال سن بیشتر نداشتند، کودکانی که بیش از 10 سال نداشتند، افراد دیگری رو دستگیر کردن به خاطر سابقه فعالیت اونها، سابقه فعالیت اکتیویستی اونها، بعضی‌ها رو حتی دستگیر کردن برای اینکه رفته بودند و مجروحان رو مداوا کرده بودند در بیمارستان‌ها، بعضی‌ها رو از مدارس خودشون جمع کردن، دستگیر کردن از محل کارشون برای اینکه با از طریق دوربین هاشون اونها رو شناسایی کرده بودن و اونها رو به این ترتیب دستگیر کردن. فرمودید در گزارشتون توصیه هم داشتید برای مقام های ایران، چیه توصیه‌تون؟ Well, absolutely. Well, first and foremost, we're calling در درجه اول ما از مقام های ایران می‌خوایم که اطمینان حاصل کنند که تمام کسانی که همچنان در حبس هستند فقط به خاطر اینکه در یک تظاهرات صلح‌آمیز شرکت کردند، برای اینکه حق خودشون رو برای بیان کردن آزاد نظر خودشون ازش استفاده کردند، این حق خودشون رو ابراز کردند، اونها رو بلافاصله آزاد کنند. همچنین احکام بسیار سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت، شلاق و امثال اونها که در مورد این تظاهر کنندگان و دیگران که در این شبکه سرکوب گیر افتادن اینها رو لغو کنند، احکامی که بر مبنای اعتراف‌های زوری و اجباری و تحت فشار گرفته شده اینها نقض حقوق بشر است. و در نهایت ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که دستور یک تحقیقی بده نسبت به درباره این تخلفات و سرکوب‌های شوکه کننده، این قانون شکنهای شوکه کننده که در ایران اتفاق افتاده، حتی یک نفر از دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران که مسئول این تخلفات هولناک و شوکه کننده بوده از جمله شکنجه که شاهدش بودیم، حتی یک نفر از اینها محکوم نشده یا تحت تحقیق قرار نگرفته. بنابراین ما از سازمان ملل می‌خوایم که یک تحقیقی رو در این رابطه برپا کنه تا اطمینان حاصل بشه که پاسخگویی هست و مسئولیت پذیری هست و عدالت هست برای خانواده این قربانیان و موارد مشابه در آینده اتفاق نخواهد افتاد. متشکرم. دیانا عطاهاوی از عفو بین‌الملل. شاهین میلانی مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران از استنفورد در ایالت کانتیکت آمریکا با ما هست. خوش آمدید آقای میلانی. فکر میکنید که علت این میزان خشونتی که علیه بازداشتی ها به کار برده شده چی میتونه باشه؟ شما خانم رحیم پور و بینندگانتون، از اساس قوه قضایی جمهوری اسلامی و دستگاه اطلاعاتیش دستگاه سرکوب هست و هدفش اصلا نه ایجاد امنیت هست و نه اجرای عدالت. به همین منظور شکنجه اعمال میشه، حالا نه فقط در آبان 98 بلکه در سراسر کشور موارد دیگه، و هدفش هم در همون راستای سرکوب هست و اخذ اعترافات اجباری برای مقاصد تبلیغاتی. شما اینو بارها دیدید که وقتی جمهوری اسلامی یک کسی رو دستگیر میکنه، یکی از اولین چیزهایی که شما میبینید دوربین های صدا و سیماست که اعترافاتی از اون فرد گرفته شده رو پخش کنه. حالا چه آقای روح‌الله زن باشه، چه مثلا در خوزستان باشه افرادی که دستگیر شدن، چه در سیستان و بلوچستان.
خود مرکز ما مثلا با شهروند بلوچ مصاحبه کرده که در اونجا تحت شکنجه بودن برای اعتراف به بمب گذاری یا مسائل دیگه اونجا اتفاق افتاده و دستگاه اطلاعاتی فقط هدفش این بوده که اعترافی از اینها بگیره برای اینکه و اصلا براش مهم نبوده که این اعتراف واقعی است یا جعلی، فقط می‌خواستن یک اعترافی بگیرن برای مقاصد تبلیغاتی خودشون و همینشون برای اینکه به مقامات بالاترشون گزارش بدن که ما یک مشکلی رو حل کردیم. در داستان 98 هم آبا 98 هم همینه، شهروندان بسیاری دستگیر شدن در خیابون، خیلی پشتشون سرکوب شد و بعد هم اون افرادی که دستگیر شدن اصلا هدف دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضاییه این نیست که عدالت اجرا بشه و ببینن حالا چه کسی به طور انفرادی چه جرمی مرتکب شده، اصلا مسئله نیست. مسئله این است که اولا اون افراد ارعاب بشن و بهشون به اصطلاح درسی داده بشه که دیگه همچین کاری نکنن، تظاهرات نکنن و بعد هم از طریق اون اعترافات اجباری جمهوری اسلامی بتونه تبلیغات خودش رو ادامه بده به هواداران خودش. چقدر فکر می‌کنید که این ارعاب میتونه مؤثر باشه؟ میدونیم که بسیاری از جامعه شناسان هشدار میدند از احتمال موج اعتراضی که ممکنه در ایران شاهدش باشیم. فکر می‌کنید این ارعاب میتونه بازدارنده باشه؟ به هر حال ببینید، یه کسی که تحت اون شرایط هست برای میدونه که اعتراض کردن چه ریسک‌هایی داره و به هر حال خبرش هم منتشر میشه، هم خود اون فرد بالاخره میگه به نزدیکانش، هم بالاخره در نهایت اخبارش منتشر میشه و جمهوری اسلامی اینو میدونه. منتها این مسئله رو حل نمیکنه. شهروندان ایرانی ناراضی هستن از حکومت جمهوری اسلامی و این حکومت مشروعیت نداره. برای همین شما شاهد خواهید بود که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد به این نوعی دیگه و تا زمانی که جمهوری اسلامی هست با این مسئله درگیر خواهیم. فکر میکنید که اساساً حکومت جمهوری اسلامی در پی این هست که با مخالفانش از در آشتی وارد بشه یا اینکه اساساً تمام راه‌های آشتی رو بسته میبینه؟ من اینو باز تکرار میکنم، حکومت جمهوری اسلامی که حکومت نامشروع هست به چه معنی؟ به معنی که اجازه شهروندانش برای اعمال حاکمیت رو نداره. جمهوری اسلامی داره با زور حاکمیت میکنه، اعمال حاکمیت میکنه و طبیعتاً حکومتی که نامشروع هست هیچ وقت نمیتونه ذاتاً با شهروندانش آشتی بکنه. آشتی مستلزم برگزاری انتخابات آزاد هست. آشتی مستلزم این هست که حکومت حق آزادی بیان شهروندان رو، حق آزادی رسانه‌ها رو به رسمیت بشماره. جمهوری اسلامی اگه بخواد این کار بکنه اصلاً از اساس جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. این جمهوری اسلامی در ذاتش همچین قابلیتی نداره که بخواد با شهروندان ایرانی آشتی بکنه، به خاطر اینکه اصلا در قانون اساسیش این تبعیض نهادینه شده. و اگه جمهوری اسلامی بخواد یک حکومت مشروع و سکولار باشه و دموکراتیک باشه دیگر از اساس جمهوری اسلامی نخواهد بود. بنابراین من آشتی بین جمهوری اسلامی و شهروندان ایرانی رو یک امر محال میبینم. آقای میرانی، فکر میکنید که این سرکوب خشن، این شکنجه هایی که گفته میشه اتفاق افتاده، چه تأثیری بر خود اون افراد بازداشت شده داره؟ فکر میکنید که اونها ممکنه در آینده دست از اعتراض بردارن یا اینکه اتفاقا مصممتر بشن برای اعتراض؟ این بستگی به هر فردی داره. به هر حال افراد ممکنه که واکنش شخصشون متفاوت باشه، ولی من فکر میکنم که منطقا شخصی که همچین تجربه‌ای داشته و ظلم و رویه‌های ناقض حقوق بشری جمهوری اسلامی رو شخصا تجربه کرده، احتمالا بسیار سخت خواهد بود که بخواد دست از اعتراض برداره و به هر نحوی که ممکنه بخواد به جمهوری اسلامی دوباره اعتماد بکنه و احتمالا تا آخر عمرش به یاد خواهد داشت که در بازداشتگاه جمهوری اسلامی چه اتفاقی بر سر او و همفکرانش اومده. میگم من بعید میدونم که اون شخص بتونه جمهوری اسلامی حتی ببخشه. متشکرم از شما شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر.
بنیاد عبدالرحمن برومند امروز گزارشی منتشر کرده و در آن نوشته که از زمان شیوع کرونا در ایران تا کنون وضعیت بهداشتی زندان‌های ایران به جای اینکه بهبود یابد به شدت تنزل پیدا کرده. بر اساس این گزارش در چندین زندان ایران بیماری کووید 19 شایع شده و ضد عفونی کردن محیط و توزیع مواد بهداشتی در زندان انجام نمی‌شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. 6 ماه پیش که ویروس کرونا در ایران شایع شد، بسیاری از خانواده‌های زندانیان سیاسی از وضعیت آنها در زندان ابراز نگرانی کردند. بیش از 54,000 نفر از زندانیان مرخصی رفتند. مقام‌های قضایی همان موقع از دادن مرخصی به تعدادی از زندانیان خبر دادند. به گفته حسین پورمند، مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های ایران، در سال 97 تعداد زندانیان در ایران 190,000 نفر بوده. این یعنی وعده مرخصی حدود 30% زندانی‌ها. با این حال، بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند ماندند و مشمول این مرخصی نشدند. آتنا دائمی یکی از این زندانیان بود. نمی‌دونم بچه‌های ما الان تو چه وضعیتی هستن؟ آیا سالمن؟ آیا این ویروس کرونا به داخل زندان رفته؟ تعداد زیادی از فعالان مدنی و فعالان محیط زیست زندانی هم با وجود شیوع کرونا در زندان ماندند. روند مرخصی ها هم متوقف شد و علاوه بر زندانیان قبلی، تعداد بیشتری از فعالان اجتماعی و سیاسی با اتهام شایع پراکنی درباره شیوع کرونا بازداشت شدند. از اواخر فروردین این زندانی ها که مرخصی بودن رو برگردوندن به زندان ها و بازداشت ها همچنان ادامه داره و بنابراین زندانی ها ازدحام باعث میشه که زندانی ها نتونن فاصله اجتماعی نگه دارن و قرنطینه ها که تنها چیزیه که از برای شیوع بیماری در همه جلوگیری از شیوع بیماری در همه زندان ها هست، این قرنطینه ها مؤثر نیستن. بر اساس گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند، در چند ماه گذشته چندین زندان ایران در مبارزه با کرونا ناموفق بودند. در زندان وکیل‌آباد مشهد 3 سالن با ظرفیت حدود 600 نفر به مرکز شیوع بیماری تبدیل شده. تست کرونا دست کم 8 نفر در بند زندانیان سیاسی زندان اوین مثبت بوده. در زندان ارومیه 800 زندانی ظرف یک هفته به بهداری مراجعه کردند و 8 زندانی با تب بالا به بیمارستان منتقل شدند. در ندامتگاه تهران بزرگ بعد از شناسایی 2 مرد با علائم شدید بیماری 1 بند قرنطینه شده. در زندان زنان قرچک هم آزمایش کرونایی 10 زن مثبت اعلام شد. همه محروم از مراقبت‌های پزشکی. اون اقداماتی که اول ماهای اول بهار بعد از دستورالعمل قوه قضاییه به زندان‌ها اجرا می‌شد، اون اقدامات دیگه فراموش شدن. به نظر نمیاد که بودجه‌ای باشه برای این کار، یعنی که اون حداقل ضد عفونی که ما در گزارش اول مندراج بهش صحبت کرده بودیم که کافی نبود، اون ضد عفونی ها دیگه به وسیله زندان انجام نمیشه و مگر اینکه زندانی ها امکانات مالی خودشون داشته باشن. در این میان قصور مسئولان زندان زنجان انتقادهای زیادی برانگیخته. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در این زندان نگهداری می شود، تیر ماه در نامه ای از زندان گفت او و 11 نفر از همبندی هایش علائم مشکوک به کرونا داشتند. مطلقاً هیچ امکاناتی و هیچ رسیدگی پزشکی در بند نیست. حتی ژل شستشوی دست نداریم. فقط بروفن میدن. نفسم بالا نمیاد. درد وحشتناک و طاقتم تاق شده. هممون همینطوریم. بعد از این نامه، خانم محمدی گفت که به او اجازه دادند پزشک زندان را ببیند. اما بخش خبری 23 گزارشی در این باره پخش کرد و گفت حال خانم محمدی خوب است. نرگس محمدی میگوید او را با سرم و آمپول سرپا کرده و به صورت اجباری به دیدن دکتر برده بودند تا از او فیلم بگیرند. بنیاد برومند در گزارش خود گفته که مقام‌های قوه قضاییه ادعا می‌کنند در پیشگیری از شیوع کرونا در زندان موفق بودند، بدون آنکه کمترین آماری در این باره ارائه دهند. فرین عاصمی، BBC. اضافه کنم که دیشب در برنامه 60 دقیقه در بحث مربوط به اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67، رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل گفت شماری از مقامات دیپلماتیک ایران از جمله محمد جعفر محلاتی نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد وقوع این کشتار را در آن سال انکار کردند. آقای محلاتی با BBC فارسی تماس گرفته و میگوید وزارت خارجه ایران هیچگاه در آن زمان به نمایندگی‌های خودش در مورد این اعدام‌ها اطلاع رسانی نکرد و اگر آن زمان انکار کرده صادقانه این کار را کرده چون شخصا از جریان کشتار اطلاع نداشته.
اما دولت آلمان اعلام کرده که الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس دولت سوریه با سم روسیه با سم عصبی نوویچوک، مسموم شده. همان ماده شیمیایی که سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش حدود 2 سال پیش در بریتانیا با آن مسموم شده بودند. آقای ناوالنی حدود 2 هفته پیش در بازگشت از سفری به سیبری ناگهان بیمار شد. او ابتدا در بیمارستانی در روسیه بستری و بعد برای درمان به برلین آلمان منتقل شد. حامیان و همسر آقای ناوالنی از ابتدا معتقد بودند که او مسموم شده، اما پزشکان روسی گفته بودند که سمی در بدن او پیدا نکردند. الیور بولو، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب آخرین مرد در روسیه، از لندن با ماست. آقای بولو، خوش آمدید به برنامه. می‌دونیم که روسیه کماکان انکار می‌کنه که از سم نوویچوک استفاده شده. آیا قابل پذیرش این انکار؟ متاسفانه نه، قابل قبول نیست، باور کردنی نیست. روسیه به کرات در گذشته چیزهایی که کاملا آشکارا درست و واقعیت بوده انکار کرده، مثلا در مورد انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه هم دیدیم که در نهایت انکار اونها معنایی نداره و در نهایت نمیشه قبول کرد. در این مورد هم دولت آلمان شواهد کافی رو ارائه کرده و بنابراین نمیشه انکار اونها رو باور کرد. الکسی ناوالنی چه خطری برای دولت روسیه محسوب میشه که احساس بکنن باید مسمومش کنن؟ الکسی ناوالنی میشه گفت که تمام کارنامه حرفه‌ای خودش رو، مخصوصا 10-15 سال اخیر رو، صرف فاش کردن فساد افراد داخل حلقه نزدیک به ولادیمیر پوتین کرده، به طور خاص در سطوح بالای دولت روسیه و گاهی هم در سطوح کمی پایین‌تر، و این بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده بوده برای اطرافیان پوتین، برای اینکه اونها پول‌های زیادی به هم زدن در طول مدتی که در بر سر قدرت بودن و به واسطه موقعیت‌ها و پست‌هایی که در اختیار داشتن. بنابراین ده‌ها بلکه شاید بیش از 100 دشمن و فرد عصبانی هستند که از دست ناوالنی ناراحت هستند و عصبانی هستند، و هر کدوم اونها میتونستند که عامل مسموم کردن او باشند. روسیه سابقه زیادی در مسموم کردن مخالفانش داره، اما به نظر میاد که انقدری سم استفاده نمیکنه که بکشه این مخالفان رو. علتش چیه که میزان مسمومیت بیشتر در حد اینه که اونها زنده بمونن؟ باید بگیم که ما واقعا فقط در مورد موارد مسمومیتی که کار نکردن و به نتیجه نرسیدن میدونیم. بسیاری موارد مشکوک مرگ در این 20 سال اخیر شاهد بودیم که خب نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. بعد باید بدونیم که مسموم کردن واقعا یک دانش به اصطلاح دقیق نیست. نمیشه تصمیم گرفت که در واقع چه مقداری باید در غذا یا نوشیدن اینها ریخت. اگر که به مثلا نامزد ریاست جمهوری اوکراین در 2004 نگاه کنیم، اتفاقی برای صورتش افتاد و مسمومش کرده بودن. اگر موارد اخیر، مواردی که در سالزبری در بریتانیا حدود 2 سال پیش اتفاق افتاد، می‌بینیم که یک الگوی، یک پترنی هست که افراد خاصی یا گروه خاصی از افراد در داخل اون استبلیشمنت یا طبقه حاکم دولت روسیه به طور مکرر استفاده میکنن از سم برای نابود کردن افرادی که اونها رو آزرده کردن. فکر میکنید کی میتونه جلوی پوتین رو بگیره؟ خب من فکر نمی‌کنم واقعا هیچ چشم‌انداز واقع‌گرانه‌ای باشه که در آینده، در کوتاه مدت، بشه جایگزینی در روسیه برای آقای پوتین شاهد بود. ولی خب واقعیت اینه که آقای ناوالنی چنان آزاردهنده و ناراحت کننده بوده برای پوتین و اطرافیانش در این چند سال اخیر، که تصویری که پوتین یا دولت او هیچ تلاششون برای اینکه بتونن او رو احیانا لجمال کنن و نامش رو آلوده کنن، یک به اصطلاح گزکی علیه او به دست بیارن، هیچ راه به جایی نبردن. و بنابراین خیلی نگران بودن که او فردی است که نمیتونن نه به سمت خودشون جذبش کنن، نمیتونن بهش رشوه بدن، نمیتونن تشویقش کنن که از کارش دست برداره، و او ثابت قدم و
دشوار بوده و ارادش خدشه‌دار نشده و بنابراین در نهایت این رفتار رو باش داشتن. متشکرم. الیور بولو، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب آخرین مرد در روسیه با من. چند روز پس از آنکه اهالی روستای ابوالفضل در نزدیکی اهواز برای جلوگیری از تخریب خانه‌هایشان با ماموران امنیتی درگیر شدند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به این منطقه سفر کرد. هفته پیش خبر آمد که به دنبال ادعای مالکیت زمین‌های این روستا از سوی بنیاد مستضعفان، ماموران شهرداری بعضی از خانه‌های ساکنان این روستا را تخریب کردند. علی همدانی گزارش می‌دهد. اما در حاشیه همین کلان شهر برخی به آسانی سودای صاحب خانه شدن دارند. زمینخوار و سوداگر، توصیف تلویزیون ایران از معترضانی که خانه هایشان توسط ماموران تخریب شده. اینجا روستای موسوم و ابوالفضل در کوی زمینخوار، روستایی با 300 خانوار ساکن. به گفته رسانه های رسمی ایران، اغلب کشاورز که به دلیل خشکسالی شدید چند سال گذشته به شدت فقیر شدند. هفته گذشته به دنبال حکم تخلیه‌ای که به نفع بنیاد مستضعفان صادر شد، زمین‌های این روستا متعلق به این بنیاد خوانده شد و ساکنان محکوم شدند به خاطر خانه‌سازی غیرقانونی. به دنبال اجرای این حکم بود که شهرداری با بیل‌های مکانیکی اقدام به تخریب خانه ساکنان کرد. این روستا صحنه درگیری ساکنانش شد با ماموران امنیتی عصر چهارشنبه. ساکنان این منطقه فقیرنشین که خود را مستضعف می‌خواندند و بنیاد مستضعفان را به قصب خانه‌هایشان متهم می‌کردند. تیراندازی. پاسخ به این اعتراضات تیراندازی و شلیک گاز اشک آورد. بچه دهنش رو نگاه کنید. آقا بیا چی می‌خواد؟ این الان وقت محرمینم. موکب روستای ابوالفضل، خبر نگار، نگاه کن امام حسین، نگاه کن یهو ریختن سرمون کربلا است. اینجا کربلا اینا بعدی امکل یم امکل ساچما آقا هاشم را روز ساچما متولی روستای ابوالفضل گاز اشکاور زد تو صورتش. این حالا وضع ما تو روستا. فعالان حقوق بشر میگویند در این درگیری ها ده ها نفر بازداشت و مجروح شدند. نیروی انتظامی نخست شلیک به معترضان را انکار کرد و بعد گفت که گلوله ها مشقی بوده. رئیس بنیاد مستضعفان پرویز فتا هم در واکنش گفته به این سازمان اطلاع دادند که این ساکنان زمین خوارند. حالا امید است در آینده نزدیک دست سوجیان به کلی از این موضوعات قطع شود. روایت صدا و سیما نزدیک به همین روایت است. این رسانه به نقل از فرماندار اهواز گفته اصلا روستایی به نام ابوالفضل وجود ندارد و اینجا یک سکونتگاه غیرقانونی است که ساکنان آن 15 سال پیش زمینهایش را غصب کردند، برخلاف این توضیح نماینده و امام جمعه روستای ابوالفضل. سید یوسف موسوی، نماینده اهالی روستای ابوالفضل، روستایی که کنار زردشت، ما بین زردشت و فدافند هوای اهواز در استان خوزستان، بنده در این منطقه ساکنم، در این روستا به خدمت عرضم. قدمت این روستا تقریبا به 30 سال بلکه 40 سال هم میرسه. روزنامه شرق هم در مطلبی نوشته قدمت این روستا به بیش از 40 سال پیش و حتی قبل از انقلاب میرسد. تلویزیون ایران تصاویری از سفر علی شمخانی به این منطقه منتشر کرده و گفته او برای دلجویی از ساکنان رفته. اما ساکنان روستای ابوالفضل میگویند مردان روستا بازداشت شدند و با تعهد برای تخلیه خانه ها آزادند. روابط عمومی بنیاد مستضعفان از ثروتمندترین نهادهای حکومتی در ایران که در ابتدای انقلاب بنا نهاده شد تا به گفته مقامات حکومت انقلابی فقر را ریشه کند کند، با وجود توقف اجرای حکم تخریب روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرده که 2 هفته دیگر پس از انتقال ساکنان به منطقه تازه، خانه های این روستا خراب می شوند. علی همدانی، BBC. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید دولت به 1.5 میلیون نفر که بیش از یک خانه دارند اسمس داده که اگر خانه هایشان را خالی نگه دارند باید مالیات بدهند. محمد اسلامی گفته دولت برای مهار گرانی مسکن به دنبال افزایش ساخت و عرضه مسکن به بازار است. تازه ترین آمار بانک مرکزی نشان میدهد که مرداد امسال قیمت مسکن در تهران 77% نسبت به یک سال پیش و بیش از 10% نسبت به ماه قبل از آن افزایش پیدا کرده. بهرنگ تاجین گزارش میدهد. الان که گفتن که مسکن گرون شده، دقیقا مثل این میمونه که یکی به دوام بگه که لامبورگینی گرون شده یا چه میدونم خاویار گرون شده.
یه چیزی که دیگه نمیتونیم بخریم دیگه چه تفاوتی میکنه قیمتش چقدر بخواد گرون بشه. مثلا معاملات در حاله از ابهام، فروشنده میفروشه پشیمون میشه، خریدار نمیتونه اون ملکی رو که فروخته تبدیل به احسنتش کنه. به خاطر همین اکثر معامله ها در یک حالت استند بای گرفتار شدن و نمیدونن که قراره چه بر سرشون بیاد. 4 ماه است که قیمت خانه در تهران ماهی 10% بالا میرود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در مرداد ماه متوسط قیمت مسکن در تهران به متری 23 میلیون و 100 هزار تومان رسید. 10 میلیون تومان بیشتر از مرداد پارسال و 2 میلیون و 200 هزار تومان بیشتر از ماه قبل. به عبارت دیگر قیمت یک آپارتمان 75 متری ظرف یک ماه، یعنی از تیر تا مرداد، 165 میلیون تومان بالا رفت. برنامه وزارت راه و شهرسازی برای مهار قیمت‌ها علاوه بر افزایش ساخت و ساز، مالیات گرفتن از صاحبان خانه‌های خالی است. ما 1.5 میلیون مالک رو شناسایی کردیم که بیش از یک واحد دارن و آمار خانه‌های خالی هم بیش از 2 میلیون واحد هستش. حالا افرادی که شناسایی شدن، فردی بوده که بیشتر از 600 واحد مسکونی به نامش هست و خالی بودن هاشم الان ما اینها رو شناسایی کردیم. فعلا توی رفت و برگشت اطلاعات و در حقیقت اعتبار سنجی اطلاعات قرار داریم که دیگه این از این به بعد کار ما در حقیقت تموم میشه و در اختیار سازمان امور مالیاتیه که بتونه کار کنه. ولی مسکن برای خیلی ها یک کالای سرمایه است، جایگزین یا رقیبی برای ارز، طلا و بورس، و قیمت همه اینها در یک سال گذشته رشد فوق‌العاده‌ای داشته. از مرداد پارسال تا مرداد امسال، در حالی که متوسط قیمت کالاها و خدمات مصرفی حدود 30% بالا رفته، خانه در تهران 77% گران شده. در همین مدت قیمت خودرو و دلار 2 برابر شده، سکه 2.5 برابر و شاخص بورس تهران بیش از 600% بالا رفته. ولی این مقایسه ها دردی از ندارها دوا نمی کند. برای آنها این گرانی ها خانه‌دار شدن را به رویایی دست نیافتنی تر از همیشه تبدیل کرده. با این شرط درآمدی که ما تو ایران داریم، اگه ماهی چقدر میشه گوش کنه؟ فکر نمی‌کنم بیشتر کسی ماهی 2 تومان بتونه بذاره کنار، چون هم نمیشه. یعنی شما بعد از حدود 1 سال میتونی کلا از 1 متر قیمت ثابت باشه پول مسکن بذاری کنار. پس دیگه اصلا تفاوتی نداره نمیگن که چقدر گران شده یا نشده. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. هزاران کودک پناهجوی بی‌سرپرست در یونان سرگردانند. بسیاری از آنها در بازداشتگاه‌های پلیس یونان هستند. دولت این کشور می‌گوید برای حفظ امنیتشان آنها را در این بازداشتگاه نگه داشته تا وقتی که مکان مناسبی برایشان پیدا کند. اما بسیاری از این کودکان در این بازداشتگاه‌های پر ازدحام و غیر بهداشتی دچار آسیب‌های روانی زیادی می‌شوند. نخست وزیر یونان پارسال قول داده بود که از کودکان مهاجر بی همراه در یونان محافظت کند، از جمله با ایجاد پناهگاه‌های بیشتر. اما پس از گذشت ماه‌ها هنوز خبری نیست. قرار است تا آخر ماه حدود 1600 کودک به کشورهای اروپایی منتقل شوند، اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید بسیاری از کشورهای اروپایی به قول خود برای جابجایی این کودکان پایبند نبودند و از نگهداری این کودکان در چنین شرایطی ابراز نگرانی کرده است. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. نقش‌هایی از ترس، دلهوره و تجربه‌های یک کودک در بازداشتگاه‌های پلیس. رسم بدبختی‌هایی که کودکان پناهنده بی‌سرپرست پس از پشت سر گذاشتن سفری پرپیچ و خم برای رسیدن به محلی امن، حالا در بازداشتگاه‌های پلیس یونان گرفتار شدند، بدون آنکه جرمی مرتکب شده باشند. بسیاری از این کودکان یا به تنهایی پا به این سفر می‌گذارند و یا وسط راه مجبور می‌شوند از خانواده و یا دوستان خود جدا شده و به تنهایی سفر را ادامه دهند. طالبان به روستای ما حمله کرد. من فرار کردم. برای همین اینجا. شنیدم پدرم هم کشته شده. تنها مادرم در افغانستان بوده. دیدبان حقوق بشر میگوید بیش از 5000 پناهنده بی سرپرست و زیر سن در یونان وجود دارند که تعداد کمی از آنها به اماکن مناسب منتقل شدند، اما بقیه یا بدون سرپناه در خیابان‌ها هستند و یا در بازداشتگاه‌های پلیس زندانی.
قانون یونان به مقامات اجازه می‌دهد تا کودکان مهاجر بدون همراه را با هدف حفظ امنیت تا زمانی که مکانی در پناهگاه‌های مناسب پیدا نشود در بازداشت نگهداری کنند. این غیر قابل قبوله. تصور کنین 14-15 ساله هستین، از سفر طولانی و سخت رسیدین و پلیس بهتون دستبند میزنه و رفتار مناسبی هم باهاتون نداره. غذای مناسب وجود نداره، مواد بهداشتی وجود نداره، نور طبیعی هم وجود نداره. با هیچ کس نمیتونین حرف بزنین و یا وکیلی داشته باشین که کمکتون کنه. این شرایط واقعا غیر قابل قبوله. بچه‌های پناهجوی بی سرپرست نباید در چنین شرایطی قرار بگیرن. برای همین دولت یونان باید کاری بکنه، قانون بازداشت کودکان زیر سن رو عوض کنه، چرا که تا زمانی که در کتاب قانون به پلیس اجازه این کار داده میشه، این وضع ادامه خواهد داشت. سال گذشته دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داد که بازداشت بچه‌های زیر سن در یونان غیر قانونی است. دیدبان حقوق بشر و دیگر ارگان‌های حقوق بشری از دولت یونان خواستند که به این رأی احترام گذاشته و قانون را اجرا کند. با مقامات وزارت کشور یونان تماس گرفتم و درباره در زندان نگه داشتن افراد زیر سن و بی سرپرست پناهنده از اونها سوال پرسیدم. در ایمیلی که در پاسخ به ما دادن میگن مرتب در حال بررسی وضعیت موجود هستن و تمام سعیشون رو میکنن تا این افراد رو به جاهای امن و اماکن امن منتقل کنن و در این حال میگن در زندان نگه داشتن این افراد آخرین انتخاب اونهاست و در نهایت هم بیشتر از 25 روز اونها رو در زندان نگهداری نمی کنن. اما شواهد نشان می دهد بسیاری از این کودکان برای ماها در شرایط بسیار نامناسب زندانها نگهداری می شوند. ابراهیم پسر 14 ساله‌ای که اسمش را برای حفظ هویتش تغییر داده ایم برای بیشتر از 3 ماه در بازداشت پلیس بوده است. در بعضی موارد این افراد حتی در بازداشتگاه‌های بزرگسالان نگهداری می‌شوند که چالش‌های بسیاری را برای آنها دارد. تعدادی از این افراد در گفتگو با بی بی سی فارسی گفتند وضعیت در زندان‌ها بسیار سخت و در مواردی از زد و خورد و بدرفتاری پلیس خبر دادند. در مصاحبه‌هایی که دیدبان حقوق بشر با تعدادی از این کودکان در بازداشت انجام داده، از انزوا و افسردگی شدید این کودکان خبر می‌دهد. اولین راه حل برای این مشکل اینه که این مدت طولانی نگهداری بچه‌ها در بازداشت رو کاهش بدن و راه حل دیگه تهیه اماکن مناسب برای بچه هاست. نه تنها یونان که اتحادیه اروپا موظف این کار رو انجام بده. تعدادی از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کردن، ولی باید اقدامات عملی انجام بشه. بچه‌ها نباید در چنین شرایطی نگهداری بشن. در ماه‌های گذشته تعدادی از این کودکان به کشورهای دیگر اروپایی مثل پرتغال، آلمان و فنلاند منتقل شدند، اما هنوز تعداد زیادی از آنها پشت میله‌های زندان هستند. بچه‌هایی که از جنگ و خشونت فرار کردند و باید بچگی کنند، حالا زندگیشان در گوشه سلول زندان متوقف شده است. آنایتا شمس، بی بی سی. صد سال پیش در روزی چون امروز پرچم ارتش سرخ روسیه در امارت بخارا به اهتزاز درآمد و عمر امارت به سر رسید. امارت بخارا بین 3 جمهوری آسیای میانه تقسیم شد که از قضا این روزها در حال تجلیل از 29مین سال روز استقلالشان از اتحاد شوروی هستند. همکارم داریوش رجبیان در گزارشی که می‌بینید به ماهیت رویداد دوم سپتامبر 1920 پرداخته. سپتامبر، ماه جشن‌های استقلال در پهنه‌ی آسیای میانه، در ازبکستان و تاجیکستان و سرانجام ترکمنستان. و سپتامبر، ماه سقوط اماراتی که 100 سال پیش این 3 کشور را در بر داشت. بخارا از مراکز اسلام آن دور و زمان بود، و اما پرچم ارتش سرخ که نه اسلام را قبول داشت و نه دین را، از فراز منار کران بخارا برافراشته شد. درست 100 سال پیش، دوم سپتامبر 1920. این رویداد در کتاب‌های تاریخ نوینی که در مسکو تدوین شد، انقلاب بخارا نام گرفت. بخارا حکمداره سید عالم‌خان تاج و تخت امیر به تاریخ پیوست و دارایی‌هایش به مسکو و پتروگراد منتقل شدند تا چرخ انقلاب روسیه همچنان بچرخد. امارت پیشین را جمهوری خلق شورای بخارا نامیدند که 4 سال دوام آورد.
نخستین و واپسین رهبر دولت نوین فیض الله خواجه‌یف بود. فرزند بازرگانی متمول از بخارا که در مسکو درس خوانده بود به جنبش پانترکیزم و جدیدیه پیوست و نهایتاً کمونیست شد. دیرتر مورد بیمهری استالین واقع شد و در کنار میلیون‌ها تن دیگر دشمن خلق لقب گرفت و کشته شد. سلیمان عنایتوف از نوادگان فیض الله خواجه‌یف است. در واقع پدر بزرگ او و پدر فیض الله خواجه‌یف برادران تنی بودند. آقای عنایتوف اکنون تاریخ سرزمینش را که خواجه‌یف از بازیگران اصلی آن بود در دانشگاه دولتی بخارا تدریس می‌کند. از تاریخدانهایی که شاهد عینی دهشت حمله ارتش سرخ به بخارا بودند، یکی محمود بلجوانی بود که کتابی با نام تاریخ نافعی نوشته و همه ماجرا را توصیف کرده است که چگونه بخارا ویران شد و چطور دو دروازه قرشی و سمرقند شهر با 800 کیلوگرم تروتیل منفجر شدند و عساکر سرخ وارد شهر شدند و زن و مرد و پیر و جوان کشتی ها زخمی شدند و همه کوچه های بخارا غرق در خون شد. همه اینها حقایق تاریخ است و این دهشت 3 روز ادامه داشت. 11 هواپیمای جنگنده روسیه بر فراز بخارا پرواز می کردند و مردم بخارا در دهشت افتاده بودند که این بلای آسمانی چیست و چه خواهد شد. حدود 450 اثر تاریخی بخارا از جمله 2 تا از 5 تاق بزرگی که داشت در آن حمله بولشویکا با خاک یکسان شدند و به بازمانده های حمله هم زیان فراوان وارد شد. رفته رفته مردم محلی بخارا هم در 2 جبهه قرار گرفتند. خود من بخاراییم. پدر و مادرم هم همینجا به دنیا آمدند. مادرم میگوید که 2 پدر جد و مستقیماً در رویدادهای 1920 شرکت داشتند و از قضا در 2 سوی سنگر قرار گرفتند. یکی از آنها دستیار و دستندرکار انقلاب فیض الله خواجه‌یف بود و دومی را به محض تأسیس جمهوری خلق شورای بخارا به عنوان یک دهقان ثروتمند گرفتند و اعدام کردند. کل آن تاریخ را می شود در همین یک نمونه از یک خاندان خلاصه کرد. در چنین سالهایی بود که هویت ملی برای مردمان آسیای میانه مهندسی شد. سرزمین‌های تاریخی که در گذشته با نام‌های بخارا و خیوه و خوقند شناخته می‌شدند، تکه پاره شدند و هر یک از پاره‌ها نام قومی را بر خود داشت. هر یک از این ملل ادبیات نوین خود را شکل داد. در رأس ادبیات شوروی تاجیکستان صدرالدین عینی قرار گرفت که اصالتاً از بخارا بود و در سمرقند زندگی می‌کرد. 2 شهر تاجیک نشین که در تقسیمات استالینی بیرون از مرزهای تاجیکستان ماندند. زبان فارسی که پیش از آن زبان رسمی کارگزاری در سراسر امارت بخارا بود، در تاجیکستان محصور ماند و رنگ باخت. رسم الخط هم باخت و نامش را هم، و از آن به بعد تاجیکی خوانده شد. دستور زبان هم به گونه‌ای دستکاری شد که در جلد شوروی بگنجد. از نگاه زبانی باید گفت که بزرگترین لطمه و بزرگترین ضربه زبان فارسی یا فارسی تاجیکی در اون زمان از تهاجم بلشویک ها این زیان دید، چون بخارا در اون زمان یکی از مرکزهای بزرگی هم فرهنگی هم دینی بود. برای حکومت شوروی که در سلسله تدبیرهای انقلابی می اندیشید، خوشایند نبود که این مرکز همچون مرکزی فرهنگی و دینی برای بقیه مردم همچون پناهگاه حساب یابد. به همین خاطر باید بخارا همچون کانونی دین و کانونی زبانی فارسی باید از بین می رفت. و چنین هم شد. ارکین روزیف یک جوان بخارایی است که معتقد است پیش از اشغال بخارا موضوع قومیت در این خطه مطرح نبود و زبان در دوران شوروی تبدیل به مسئله شد. پیش از 1924، پیش از مرزها را کشتند در آسیای میانه، ملت‌های گوناگون با هم دیگر دوستانه زندگی داشتند. شهرها بیشتر فارسی زبان بود و دهه‌ها بیشتر ترکی زبان بود و من فکر می‌کنم که ما باید یک دیگر را حرمت کرده برای رشد زبان، برای پیشرفت زبان و فرهنگ راه دهیم. یعنی که در تاجیکستان برای پیشرفت زبان ازبکی، در کشور ما یعنی ازبکستان برای پیشرفت زبان فارسی هم راه دهیم. بذر نفاقی که 100 سال پیش شوروی در آسیای میانه کاشته بود بار داد. آیا بخارا در حرم تاریخ بخار شد؟ زیر سم اسبان ارتش سرخ از پا و نا افتاد؟ به قول استاد شاعران رودکی که 1000 سال پیش در بخارا سروده بود،
جهان همیشه چنین است و گردگردان است. همیشه تا بود آیینش گردگردان بود. داریوش رجبیان، بی بی سی. به گفته سازمان ملل، تعداد مهاجران ایرانی در ترکیه با احتساب پناهجویان و افرادی که وضعیت مشابه پناهندگی دارند 83 هزار نفر است. در بینشان تعدادی از اهالی هنر هم حضور دارند، از جمله بعضی از موسیقیدانهای مطرح که عملا امکان فعالیت در ایران نداشتند. فرج بالافکن به سراغ یکی از این هنرمندان رفته. سعدی در باب هفتم گلستان حکایتی دارد در ستایش هنر آموختن، چرا که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، اما هنر دولت پاینده است و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر کجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند. حکایتی که چه بسا در روزگار ما معنای متضادی یافته. شاهدش هم ایمان جعفری پویان است. او 3 سالی است به گفته خودش از سر ناگزیری تن به مهاجرت داده. حقیقت این مهاجرتی که کردم یه ذره به قول معروف برای من اجباری بودش. یعنی من متاسفانه خب ایران عملا من بایکوت کرده بودن، نمیذاشتن کار کنم دیگه. یعنی الانم که الان اینجا هیچ سفارش کاری از ایران به من داده نمیشه. یعنی حتی من آدمی بودم که نزدیک 6000 تراک آهنگ ضبط کردم، کار زدم، 20 خورده کار برای تلویزیون انجام دادم، خیلی کار انجام دادم. یکی از کارهای مهم ایمان 11 سال پیش برای اولین بار بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت. راه اندازی گروه بزرگ موسیقی جاز به نام ایماش. ایمان در کنار نوازندگی حرفه‌ای ساکسفون، کلارینت و پیانو یکی از آهنگسازان خوشنام ترانه‌های پاپ است. اما چرا به رغم این همه نتوانست همچنان به فعالیت‌های هنری در سرزمین مادریش ادامه دهد؟ شاید به خاطر این بودش که مثلا از من یک کارهایی می‌خواستن که مثلا با میلم نبوده. حقیقت منم آدمی نیستم، چون می‌دونم تاریخ قاضی سختگیره، ما باید به تاریخ جواب بدیم. ترجیح دادم که به معروف توی محیط دیگه کار کنم که دیگه انتظار نتونم از من داشته باشن که یه سری کارا رو انجام بدم. مقاومت‌هایی از این دست لاجرم عواقب دردناکی هم برای او در پی داشت. اول تو خیابون ساز می‌زدم. یه مدتی زندگیمو از موزیک خیابونی گذروندم. بعد موزیسین ترک منو دیدن و باهاشون همکاری کردم. کافه زدم، بار زدم، نمیدونم از این کارا کردم. و بعد خورد به کرونا، کلا دیگه کار نکردیم، خودم مریض شدم، 35 روز بستری بودم، همین بیماری رو گرفتم متاسفانه. ولی خب حالا عمرم به دنیا بوده، فعلا موندم. خب ایمان جون، فکر نمی‌کنی که میموندی ایران و ناملایمات رو به جون می‌خریدی بهتر نبود؟ پشیمون نیستی حالا؟ فرج جان، من از کرونا برگشتم، این سوال برای من جواب نمیده. یعنی من مرگو به چشام دیدم. میدونی چی میگم؟ یه سری چیزا هستش که من الانم مثلا برگردم ایران، ممکن اصلا هیچ کاری هم باهم نکنم. همون جوری مثلا بگم کار نکن، برو بشین تو خونه. من نمیدونم، چون برای من آدم معمولی نبودم. من 24-25 سال برای تلویزیون ایران اجرا رفتم، تو بیابون بردن و واسه رئیس جمهور ساز زدیم، نمیدونم تو بیت رهبری رفتیم زدیم، این بر اون بر، یعنی هر آنچه که کاری که کاری موزیسین نیست که، اینا کار به قول معروف گروه تشریفاته. پشیمونی در کار نیست. نه چه پشیمونی؟ پشیمونی سختیش اینه، دوری از خانواده، دوستای عزیزم، نمیدونم وطن زیبام، نمیدونم اینا ناراحتیش. وگرنه
آدم برای زنده موندن چیزی جز یه سقف و یه لقمه نون و نمیدونم یه جای خواب خوب چیزی نمیخواد که. بیشترش دیگه حالا میره توی به قول معروف تشریفات. که ما الان دیگه مینیمالیست شدیم، یعنی به حد اقل ها خودمون راضی کردیم. شما مثلا من یه آدمی بودم که کار ضبط میکردم، یه ارکستری که مثلا 35,000 دلار هزینه ضبطش میشده، الان دارم با 300-400 دلار کار میکنم. یعنی دیگه شما خود حسابشو بکن دیگه به چی رضایت دادم. ولی خب به هر حال اینجوری باعث میشه که به قول معروف شب با سختی میخوابم ولی بالاخره خوابم میبره. یکی از آهنگسازی‌های ایمان که توجه بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت، اجرایی است که بر روی آهنگ معروف بخش خبری سرویس جهانی بی بی سی ساخته، آن هم در دستگاه همایون و چارگاه. دیدم که این ما بیدار میشیم اخبار میخوابیم اخبار فلان اینا، خلاصه با این تو زندگیمون هست دارم اخبار، به خصوص بی بی سی. حالا مثلا ما بچگی خب بی بی سی باز بودیم و گوش میدادیم و اینا. خوب یادمه پاییز آبان بود پشت چرا چمران بارون یه جور دیگه میباری، اشکامو دید و چشماشو دزدید. برگردم به همان حکایتی که در ابتدا از گلستان سعدی گفته آمد، چرا که با همه سختی ها و بحران ها به قول شیخ اجل سعدی شیرازی هنر چشمه زاینده است. فرج بالفکن، بی بی سی. اون عاشقم بود اما حالا نیست. برای آخرین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، bbcpersian.com. آخرین خبرها رو در تلگرام، توییتر و اینستاگرام بی بی سی فارسی هم همیشه میتونید دنبال کنید. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو هم در وبسایت ما ببینید و هم در یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.